من رستم، بسیار متشکرم که با ما هستید. متشکرم از دعوتتان. شما یک فعال اجتماعی و یک ورزشکار هستید که یک رشته اولین های جهان را به نام خودتان ثبت کرده اید، از جمله ماراتون های بزرگ جهان و همچنین صعود به بلندترین قله های جهان از جمله مونبلان و کلیمانجارو. اما اینها تنها کارهای دشواری نبود که شما با آنها مواجه بودید. شما همچنین باید با تبعیض مواجه می شدید، زیرا انتخاب شما بود که حجاب داشته باشید، انتخابی که باعث شد انجمن زندگی با حجاب را پایه‌گذاری کنید که تقریبا 1 میلیون عضو دارد. حجاب چیست و برای شما چه معنایی دارد؟ حجاب یک شکل اجباری از عبادت است. منظور من از اجباری این است که هر دختری که به سن بلوغ میرسد باید حجاب را بپذیرد. با این حال ما همچنین میگوییم که نباید اجباری در دین وجود داشته باشد. بنابراین نباید دختران کوچک را به داشتن حجاب مجبور کرد. برخلاف عقاید رایج، چه به دلایل فرهنگی باشد و چه اجتماعی، برخی مواقع خانواده ها و برخی کشورهای جهان زنان را مجبور به حجاب داشتن می کنند. بنابراین بلافاصله ایده حجاب پیوند زده می شود به این ایده که زنان تحت ستم قرار گرفتند، زیرا حجاب به آنها تحمیل شده است. اما حجاب به من شخصا تحمیل نشده و به زنان بسیاری که من می شناسم هم تحمیل نشده است. من مصری هستم، اما در کویت متولد و بزرگ شدم. در یک مدرسه بریتانیایی درس خواندم. بنابراین ما کسانی هستیم که شما آنها را بچه‌های از نظر فرهنگی نسل سوم می‌نامید. زیرا شما همیشه با این بحران هویتی مواجه هستید. با این سوالات که آیا شما مصری هستید، آیا شما نیمه غربی هستید، کویتی هستید، بالاخره کجایی هستی؟ من با این ایده ها و کلیشه هایی که برای زنان مسلمان درست شده بزرگ شدم که میگوید اگر آنها پوشیده باشند یا حجاب داشته باشند این احتمالاً نمیشود با آنها نزدیک شد، تحصیل نکرده، کسل کننده و ملال آورند. من واقعا با تنفر از این رویکرد بزرگ شدم. من در 7 آوریل 2001 تصمیم گرفتم که حجاب داشته باشم. این تصمیم همه را شوکه کرد. وقتی این تصمیم را گرفتم پیش پدرم رفتم و گفتم من تصمیم گرفتم که حجاب بگذارم. او هم تعجب کرد. او واقعا متعجب شد و به شدت مخالف حجاب داشتن من بود. چرا مخالف بود؟ می گفت چطور میخوای ورزش کنی؟ چطور میخوای بدوی؟ در سن 21 سالگی کسی شبیه خودم را نداشتم که دست به کارهای دیوانواری بزند که بتوانم با او معاشرت کنم. من در سال 2014 به نقطه شکست رسیدم. وقتی میخواستم حجابم را بردارم، به خاطر اتفاقات متعدد، مثلا در این استخر پوشیدن بوکینی مجاز نیست یا حجاب مجاز نیست اگر تصمیم بگیرید برای دیدن مسابقات فوتبال با دوستانتان بروید. احساس میکردم که دیگر نمیخواهم حجاب داشته باشم. احساس میکردم که سرانجام جامعه میخواهد هویت من را به من دیکته کند، زیرا جامعه من را در اینجا من میکند و من را در آنجا من میکند و مانع زنان دیگر میشود. من این نکته را فهمیدم و نمیخواستم با این جریان همراه شوم. من این ایده را از قبل داشتم که یک جامعه تشکیل دهم، یک گروه فیسبوکی، گروهی که من آن را زندگی با حجاب نام نهادم. من 80 دختر را به این گروه اضافه کردم، یک گروه خصوصی و بسته درست کردم و گفتم من صادقانه حرف میزنم. هنوز آن اولین پستم در صفحه فیسبوک وجود دارد. شبیه این بود: سلام دختران، این روزها همه به دلایل فشارهای اجتماعی حجابشان را بر می دارند. و گفتم شما یقیناً این پدیده را شاهدید. نظرتان درباره کسانی که بدون فشارهای اجتماعی و با انتخاب خودشان حجابشان را برمی‌دارند چیست؟ پیام شما برای آنها چیست؟ برداشتن حجاب می‌تواند به معنای تغییر عقیده باشد، اینکه شما احساس می‌کنید که حجاب دیگر معرف شما نیست یا دیگر با آن ارتباط برقرار نمی‌کنید. دختری که حجاب ندارد اما کردار نیک انجام می‌دهد می‌تواند نزد خدا در جایگاهی بالاتر از مثلا کسی مثل من باشد. بنابراین من در جایگاه قضاوت کردن نیستم. اما پیام من این است که صفحه زندگی با حجاب سر بزنید. برای حضور در این صفحه لازم نیست مسلمان باشید، لازم نیست محجبه باشید. شما فقط باید بخواهید از زنی که ایمان به حجاب را پذیرفته حمایت کنید. حتی اگر شما به این صفحه میایید برای اینکه چیزی بیاموزید. دختران کوچک از طریق صفحه زندگی با حجاب با من تماس میگیرند و ترسناک‌ترین پرسش‌ها را از من می‌پرسند. میگویم من یک دختر 19 ساله یا 17 ساله هستم. من یک قهرمان بسکتبال هستم و به فینال مسابقات صعود کردم. اما آنها به من اجازه نمی‌دهند بازی کنم چون با حجاب هستم. آیا حجابم را بردارم یا ورزش را کنار بگذارم؟ به آنها چه میگویید؟ تمام آنچه به آنها میگویم این است که شما به مبارزه تان برای به دست آوردن حق بازی با حجاب ادامه دهید. من به آنها نمیگویم ورزش را ترک کنید یا حجابتان را کنار بگذارید. زیرا هیچ کدام از این دو راه حل نیست. من فقط تلاش میکنم فهم جهان از حجاب زنان را تغییر دهم.
که بخش بزرگی از آن همکاری با نایک بوده است. دقیقاً. چطور اتفاق افتاد؟ من ایمیلی برای سرمربی نایک در خاورمیانه فرستادم. نام او تام ولف است. من لینک گروه زندگی با حجاب را هم برای او فرستادم و نوشتم که هیچ نماینده‌ای از مسلمانان در چنین مارک بزرگی وجود ندارد. آیا زمان آن فرا نرسیده است که این کار را شروع کنیم؟ برای ما به عنوان زن چیزی تهیه کنید. صبح روز بعد من پاسخی از تام دریافت کردم و او گفت که ایده فوق‌العاده است. چه زمانی می توانیم ملاقات کنیم؟ این پاسخ برای من عالی بود، شبیه باز شدن درهای امید بود. دو هفته بعد من اولین ورزشکار با حجاب بودم که در کمپین نایک در خاورمیانه ظاهر شد. آنها حجابی طراحی کرده بودند که سبک با تکنولوژی درای فیت طراحی شده بود و من به شکل نه فقط چهره‌ای در خاورمیانه که چهره‌ای جهانی شدم. اخیراً در بلژیک شاهد ممنوع شدن حجاب در برخی دانشگاه‌ها بودیم که باعث اعتراضات و تشکیل جنبش‌هایی شد. زنان محجبه مقابله می‌کنند. بلژیک می‌گوید اگر شما حجاب داشته باشید اجازه نمی‌دهیم وارد دانشگاه ما شوید. برای من این رویکرد هیچ معنایی ندارد. زنان باید اجازه داشته باشند علی‌رغم ایمانی که دارند درس بخوانند. هنوز در مورد اینکه حجاب چیست با فقدان آگاهی مواجهیم. حجاب یک نماد نیست، یک مدل لباس است. از زمان شروع این فعالیت با واکنش‌های زیادی روبرو شدید. انتقادها به شما چیست و چگونه به آنها پاسخ می‌دهید؟ از طرف جامعه مسلمانان می‌گویند منال نماینده ما نیست یا مدل لباس منال حتی اسلامی نیست. منال چهره زن مسلمان در جهان را خراب کرده. منال همه این کارها برای شهرت انجام می‌دهد. و رویکرد دیگر از سوی غرب از آنها می‌گویند حجاب سمبل ظلم و ستم است. می‌گویند شما از ستم به زنان حمایت می‌کنید. می‌بینید برای همین است که من میگویم نیاز به آموزش و یادگیری بسیار زیادی درباره حجاب داریم. حجاب ظلم و سرکوب نیست. این جامعه است که ما ممنون کردن حجاب به ما ستم می‌کند. آنها تکالیفشان را برای اینکه بفهمند حجاب برای چیست و چرا حجاب می‌گذاریم انجام ندادند. برای اینکه بفهمند چرا باید حجاب گذاشتن مجاز شمرده شود. درباره جنبه دیگری از کارزار زندگی با حجاب صحبت کنیم. شما با گروهتان سفرهای زیادی داشتید، از جمله رفتن به کمپ اصلی اورست. دوست دارم درباره آن تجربه بیشتر بدانم. من می‌خواستم زنان را به کمپ اصلی بلندترین کوه جهان که اورست باشد برسانم و پیام اصلی من این بود که با هم، خواه مسلمان باشید یا نه، با حجاب باشید یا نه، سفید باشید یا سیاه، همه با هم در کنار هم ایستاده ایم تا از زنان حمایت کنیم که بتوانند ایمانشان را به شیوهی که دوست دارند اجرا کنند. منال، از صحبت با شما بسیار خوشحال شدم.